رانندگی در شب، صدای ریختن بارهای پشت خودرو و یک شگفتی. این شروع فیلم اگر همه عشق بورزیم است، فیلمی که پیرنگ آن عواطف انسان را برانگیخته، تا جایی که در فضای مجازی این فیلم به گونه‌ای معرفی شده که 95% نفراتی که آن را دیدند اشک ریختند. این فیلم کوتاه در کشورهای مسلمان آسیای شرقی ساخته شده و بازتابی از زندگی کودکان یتیم را به نمایش می‌گذارد. کودکانی که در هر نقطه مورد محبت مردم قرار می‌گیرند. در شروع فیلم با دو شخصیت اصلی داستان آشنا می‌شویم. دو دوست در یک یتیمخانه که یکی ناشنوا و دیگری نابیناست. احمد که به سختی صحبت می‌کند و دوست نابینای او فیزی. Esok raya. Saya balik rumah pakcik saya. Saya pun balik. Tapi balik KL je. Mesti keluar jalan-jalan. Actionnya. Fizi, korang balik mana esok? Kami tak nak keluarga. Raya di sini kot. Kesian korang. Assalamualaikum semua. از نخستین گفتگوی کودکان یتیمخانه روشن می شود که آرزوی آنها بازگشت به روستا یا شهر خود است. Yang mana nak balik kepada keluarga masing-masing, kamu boleh ikut. Yang mana nak beraya kat sini, besok pagi kita sama-sama akan pergi solat berjemaah di masjid. Ha, ni ada duit raya untuk busy. سرپرست یتیمخانه به مناسبت عید فطر به بچه‌ها عیدی می‌دهد تا خرج مسافرت به خانه‌هایشان را با آن تأمین کنند. اما احمد و فیزی هنوز ایده‌ای برای استفاده از آن ندارند. Ma. Jom kita balik jumpa Mak Ahmad. عکس مادر احمد ایده مسافرت این دو کودک را به آنها می‌دهد. مسافرتی به پیشنهاد فیزی برای ملاقات مادر احمد، مسافرتی که قرار است یک رویای دیرینه را برای او زنده کند. گره داستان در برخورد ناتوانی‌های جسمی این دو کودک با یک جامعه پر جنب و جوش آشکار می‌شود. جامعه‌ای که با قوانین سخت خود پیش می‌رود و این قوانین به ظاهر جایی برای محقق کردن رؤیای این دو کودک نمی‌گذارد. تکه ابیری. اما تکه ابیری. Pakcik nak pergi stesen kereta api boleh? Ah, boleh. Dekat aja. Masuklah. Ah, dah sampai pun. RM10 dek. Hah? RM10. در فیلم اگر همه عشق بورزیم، دنیا خالی از عاطفه های انسانی نیست. امید و اشتیاق و مظلومیت این دو کودک افراد خیرخواه را تحت تأثیر قرار می دهد و با کمک آنها این دو کودک در مسافرتشان پیش می روند
گام به گام به مادر احمد نزدیک می شود. دیکی تنگه ساتو جده؟ آه بان. Cepatlah angkat barang. Sama pergi segamat tau. Mai. Segamat mai jauh tau. Bas sini ya. Ingat bas free ke? Ha? Keluar cepat, keluar cepat, keluar cepat. Keluar cepat. Maafkan kami. Kami anak yatim, kami nak tumpang ke kampung. Kenapa Tara bagi tahu awal-awal tadi? Korang mau pergi mana? Sama-sama. Mana ada rumah sini? اوج داستان جایی است که احمد و فیزی وقتی به شهر زادگاهشان میرسند خود را برای ملاقات با مادر احمد آماده و مرتب میکنند. فیزی؟ احمد؟ و سرانجام لحظه دیدار. فیلم اگر همه عشق ببرزیم با وجود پایان غم‌انگیزی که دارد اما پیامی امیدبخش را حمل می‌کند. اینکه پیوندهای عمیق عاطفی چقدر در ایجاد یک مناسبات انسانی مؤثر هستند، مناسباتی که در آن کمبود عاطفه های هر انسان توسط دیگری جبران می شود و با نثار محبت های به ظاهر کوچک می توان رؤیاهای بزرگ را برای دیگری محقق کرد.